دوره هم جمع شده تا از فراغت 71 تن که از مرکز آیتی ریاست مخابرات و تکنولوژی فراه فارغ گردیدند تجلیل به عمل آورند. در این دوره آموزشی 6 ماهه برنامه هایی همچون آفیس و استفاده از اینترنت به این افراد آموزش داده شده است. مسئولان در این اداره می گویند که از شروع سال مرکز آیتی این ریاست توانسته است به تعداد 1050 تن را با برنامه های کامپیوتر آشنا سازد. از سنتر آیتی ما قبلا 5 سال قبل 175 نفر فارغ شده بود. امروز که شما محفل دارید، مگر امروز 1050 نفر با همین فراغت امروز که ما شما محفل دارید 1050 نفر از سنتر آموزشی ما فارغ شده است. پاخیل همچنان از بلند رفتن عواید این اداره به بیشتر از 9 میلیون افغانی نیز سخن میزند. 5 سال قبل ما 33 تاور مخابراتی داشتیم در تمام ولایت، مگر امروز 107 تاور مخابراتی داریم. 5 سال قبل عواید ما 30,000 افغانی بود و امروز بیش از 9 میلیون افغانی. خود شما مقایسه کنید و قضاوت کنید که سکتور مخابرات کار کرده یا نکرده. در همین حال محمد عارف شاجهان والی فراه با ابراز خرسندی از جوانانی که در این دوره سند فراغت به دست آوردند خواست تا با آموزش هایی که در بخش کامپیوتر کسب کردند در جامعه از آن استفاده مثبت نمایند. ما تشکر میکنیم از رئیس مخابرات فراه و سایر اداراتی که کار میکنند، اما قسمت زیادی پیشرفت در این عرصه تجارتی بوده، یعنی احساس مسئولیتی که به مردم ما یک زندگی سالم و خوب و فراهم کرده بیتانیم نبود. دلیلش چی است؟ دلیلش استفاده از علم، استفاده از تکنولوژی به معنای واقعیش برای استفاده جنبه های سالمش کمتر صورت گرفته. امروز شما دوستایی که 14 دوره را فارغ شدین و قدم میگذارین در سه امتحان که بر مردم خود خدمت گذار باشین، امیدوار هستم امروز که رئیس مخابرات اشاره داشتن از جنبه های مثبت و سالمی چیزی که مختین به مردم استفاده. والی فراه ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این ولایت را یکی از ریاست‌های فعال در بخش‌های مخابراتی عنوان می‌کند. مرکز آیتی ریاست مخابرات ولایت فراه طی 14 دوره آموزشی توانسته است 750 تن از کسانی را که شغل آزاد و 350 تن را که وظایف رسمی در ادارات دولتی داشتند فارغ نماید.